موتورسواران نمونه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران همکنون از جلو جایگاه عبور می نمایند. در تاکتیک نوین جنگی از این موتورها جهت حمل مجروح و تک به مواضع دشمن به صورت بهینه بهره برداری شده است. خودروی تاکتیکی رنجر مجهز به سلاح اخگر با قابلیت عبور از زمینهای صعب العبور بوده و به دست توانمند متخصصین داخلی در حال تولید انبوه است. بیننده تصاویر زنده هستید از رژه یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز 29 فروردین روز ارتش در جوار مرقد ملکوتی. رژه ادوات و تجهیزات نظامی موشک ضد زره که همکنون از مقابل جایگاه عبور میکنه. روی حامل نفربر پی ام پی دو، شنوندگان عزیز شاهد عبور این خودرو همیشه قهرمان هستید. خودرو حامل نفربر بی تی آر مجهز به توپ 23 میلیمتری، این نفربر با امکان اجرای آتش دقیق و کاملا خودکار در حین حرکت قادر به انهدام اهداف خود است. خودرو حامل به صورت کاملا بومی توسط جهاد خودکفایی، تانک سمسام رو ملاحظه کردید که از برابر جایگاه عبور کرد. تانک T-72S از ساخت جهاد خودکفایی نیروی زمینی. تانک ذوالفقار ایران، ذوالفقار ولایت، نسل جدید تانک ذوالفقار ایران تجهیز شده با پیشرفته ترین سامانه ها. تانک ذوالفقار ایران تانک اصلی میدان نبرد ساخته شده توسط معاونت جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش. تانک چیفتن ارتقا یافته و بهینه‌سازی شده را ملاحظه می‌فرمایید که از برابر جایگاه عبور می‌کند. ریکاوری تانک چیفتن را ملاحظه کردید که تیر را ایفا کرد. مینکوب تفتان همچنان با قدرت و صلابت یگانهای محمول نیروی زمینی و دستاوردهای جهاد خودکفایی این نیمان است. توپ 175 میلیمتری خودکششی، آفرین بر اقتدار و صلابت متخصصین خوشفکر نیروی زمینی قهرمان. توپ 203 میلیمتری خودکششی ساخت جهاد خودکفایی نیروی زمینی. موشک انداز فجر 5 رو ملاحظه می فرمایید که از برابر جایگاه عبور می کند. بینندگان عزیز، ملت شریف ایران، موشک نازعات N6 رو ملاحظه انده با تجهیزات ایجادی توسط متخصصان داخلی کشورمان، جرثقیل و مهمات بر موشک نازعات و اینک موشک زلزال به مقطع راداری پایین و سرعت کم را داراست. سامانه رادار کاستا از پیشرفته ترین سامانه های راداری با فناوری های روز دنیا. سامانه راداری مطلع الفجر، سامانه راداری کاملا بومی و ملی با برد بالا و مجهز به فناوری روز دنیا که به دست توانمند دانشمندان جوان ایرانی طراحی و ساخته شده. رادار ملی، این سامانه راداری ثابت و دوربرد است. کماکان شاهد عبور دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هستیم. سامانه موشکی هدایت شونده برد متوسط پیشرفته هاگ به منظور مقابله با هدفهای پرنده در ارتفاع تولید کشورمان. سامانه موشکی شاهین برای مقابله با اهداف پایین و متوسط هست که توسط متخصصین داخلی ساخته شده. سامانه بهینه شده اسکایگارد را مشاهده کردید. این سامانه کنترل آتش برای مقابله با هر نوع حمله هوایی در ارتفاعات کم با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کلیه متخصصین داخلی کشورمان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور بازسازی و یا ساخته شده است. سامان دستاوردهای جهاد خودکفایی نیروی هوایی، برج مراقبت پرواز رو می‌بینید که
از برابر جایگاه عبور میکنه. پروژه ریتارد، پروژه ثاقب، موشک بالستیکی هوا به زمین کوتاه برد، ساخت ده ها هزار قطعه